این روز حال اقتصاد خوبی است. بخش زیادی از مردم تا زیر خط فقر می‌شوند. به نظرم وقت شعارها می‌شود و باید بشود گذشته است. انشاءالله مردم در این دوره با تجربه از گذشته سکان کشتی اقتصاد کشور رو و دست کسانی که تا حالا یک قایق را بری نکردن نخواهند سپرد. رستم قاسمی اربازی کوچک وطن، موکل مردم با تجربه طولانی در حوزه آبادانی کشور در بخش های صنعت، معدن، مسکن، انرژی، کشاورزی که اساساً می‌تواند لوکوموتیو اقتصاد کشور در این روزها باشد و در مقطعی نیز در شرایط که تحریم کنندگان اتفاقات خودشون تحریم های فرد کننده علیه ایران اعمال کردن با بی اثر کردن تحریم ها پس از 100 سال از تولید نفت با عنوان وارد کننده فرآورده های نفتی تبدیل به صادر کننده شدیم. معتقدم دولت مقتدر انقلابی با ترکیبی از جوانان و بانوان با حضور افراد با صلاحیت و با تجربه به دور از سیاست زدگی که امروز متاسفانه عده سرطانی قوه مجریه کشور شده است که و دلیل سیاست زدگی در اقتصاد کشور متاسفانه آمایش سیاسی، آمایش اقتصادی کشور، انتصابات سیاسی متاسفانه شرایطی را به کشور ایجاد کرده است که در این روزها مردم نگران و سفره مردم کوچکتر. حکمرانی در حوزه اقتصادی اولین گام سعی در تلاش در واقع حل مسئله مشکلات معیشت مردم، عدالت در هدفمندی یارانه‌ها و به هر حال موضوع اصلی حل مشکلات فوری به عنوان گام اول. دومین اقدام که امروز در کشور ما بعد از سالها به چنین ایستگاهی رسیده ایم و برای عبور از این ایستگاه تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی حل مشکلات ازدواج جوانان، مسکن و کار، تقویت شاخص‌های فرهنگی کشور به ویژه تقویت فرهنگ کار تلاش. حکمرانی در حوزه سیاسی با توجه به اینکه این جانب در زمان مسئولیت هم به عنوان ریاست اوپک به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و مقامات مسئولی در این کشور مذاکرات اقتصادی داشتن، گام اول تحکیم روابط به ویژه با کشورهای همسایه و در گام دوم روابط با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای همسو به جز رژیم صهیونیستی. مردم در واقع کلمه این به عنوان مسکن برای حل مشکلات فرهنگی اجتماعی و همه مردم، مسکن برای همه، رفاه برای همه مردم، دیپلماسی دانش دیپلماسی با کشورهای همسایه به کشورهای جهان میتواند امروز دانشای کشور باشد. این میدان میبری با نشستن در دفاتر و حرفهای
گفته شده به هیچ عنوان تا امروز مشکلات مردم تحقق پیدا نخواهد کرد. حضور در میدان، در میدانهای کار و تلاش میتواند شرایط کشور رو قطعاً تغییر دهد. دولت اگر امروز در بسیاری از حوزه‌های کشور مشکلاتی وجود دارد، مشکلات عدم بکارگیری سازگاری است که میتوان در کشور بزرگ ایران با تجربه دنیا از بسیاری از این مشکلات پایه آمد. به نظر میرسه بناسی که اعتلافی داشته باشیم، خواستم کنم کدام یک به نفع دیگری بناس کنار بکشید برای این اعتلاف رو به چه شکل قرار بکش کرد؟ قرار نبوده اعتلافی به تو برقرار باشیم. ما برادر این ولی برقرار مردم تشکیزی نداریم به چه کسی رای دیدن؟ یعنی هر سه نفر در انتخاب حاضر میشید؟ اما برقرار باید پایندن نگاه کنید بعد از دور از دور نگاه. اگر یک کارمند نفت در فرنگی بانک زنجانی متهم باشه من پاسه باشه. چند تن از وزرای آقای احمدی نژاد بودیم برای جرأت پیدا کردن و خودشون رو در واقع به معرض انتخاب مردم قرار دادن. ستاره تریز و پارس موقعی که من در قرارگاه خاتم بودم، اواخر مسئولیتم در قرارگاه خاتم با وزارت نفت امضا کردیم. در دوره‌ای که مسئولیت وزارت نفت رو به عهده داشتم با حدود 70% واژه آقای مهندس سنگین موجود به دولت یازدهم تعمین دادیم، کاری که از ما پیشم مشخص شد.